مماشات و برخورد جناحی و فامیلی با فساد ممنوع. فساد فساده. فرق نمیکنه کسی که آلوده شده دوست من بوده، برادر من بوده، هم خط من بوده یا خط مقابل بوده. آسیب هایی که فساد به این نقطه تو جمهوری اسلامی رسونده همین ملاحظات بوده. نگذاشتن اونجور که لازم بوده با فساد برخورد بشه. هر کس با هر سلیقه‌ای، با هر فکر سیاسی رفت آلوده شد باید باش برخورد بشه. جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورش به تخلفات مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان هم گریزی زد و گفت در بنگاه‌های زیر مجموعه این صندوق از جمله بانک سرمایه خلافای زیادی صورت گرفته. معاون اول رئیس جمهور که پرونده فسادهای اقتصادی رو در جمع فرهنگیان باز کرده بود از معوقات بانکی هم گفت، معوقاتی که 100,000 میلیارد تومان رو رد کرده و وامگیرنده هایی که دو دسته هستند، اول اونهایی که خوش حساب بودن اما نتونستن با شرایط اقتصادی خودشون رو وقف بدن و زیر بار بدهی رفتن، اما دسته دوم وقتی پول گرفتن خوب نگرفتن، وثیقه خوب نگذاشتن، توی زد و بند گرفتن این پولاره، روزی میگرفتن میدونستن که نمیخوان پس بدن. ما یه بار یه لیست 575 نفر از اینا در آوردیم، در اختیار رئیس قوه قضاییه گذاشتیم، گفتیم در ستاد مبارزه با مفاسدم که ما یک جمعی انتخاب کردیم، نماینده قوه قضاییه، نماینده دبیر ستاد، بانک مرکزی، بانک زیرفت، طور هفتگی جلسه میگذارن، این کسانی که مطالبه موفق دارن بحث میکنن، اونش که احساس میکنن میخوان برگردوندن دنبال شرایط هستن حل میکنن، اونایی که نمیخوان برگردونن پروندهشون میره قوه قضاییه. شنیدم یه تعدادشون دستگیر کرده.